منوره نبیوه دختر پریزیدنت سابق تاجیکستان رحمون نبیف و همسر سابق آوازخوان شورتیار تاجیک دلیر نظروف در یک مصاحبه مفصل با رادیو آزادی برخی جزئیات تا حال نگفته روزگار پرشورش را یادآوری کرده است. منوره نبیف کارمند سابق اکادمی علم ها که اولو 61 سال دارد از جمله گفته است که آنها به فرضیه رسمی مقامات در باره سال 1993 همگی چند ماه بعد استعفایش از مقام پریزیدنتی گویو بر سر سکته قلب وفات کردن پدرش باور ندارد. دختر پریزیدنت سابق گفت پدرش هیچگاه بیماری دل نداشت. او همچنین گفت پدرش اصلا هوس پریزیدنت شوی نداشت. حاجی اکبر تورجانزاده از هواخواهان پدرم بود و به خانه می اومد. باری با خود گوسفندی را آورده زیر پای پدرم سر آن را بریده و گفت که رحمان نبیویچ شما باید پریزیدنت شوید. منوره نبیوه همچنین از ازدواجش با دلیر نظروف قصه کرده است که آنها هر دو در یک مکتب میخوندند ولی اویلشان برای آن فرو پاشید که خیلی جوان خوندار و سپس زود صاحب فرزند شدند و خوب نمیدانستند که اکنون چه کار کنند. وقتی پسر کلونیم تولد شد پدرم به میربون نظروف زنگ زده گفتند که نبیره تون را چی نام میمونید؟ میربون نظروویچ گفتند این نبیره دهم من است، برای شما اول من به شما حق نامگذاری رو میدهم. نقل کرده است منوره نبیوه. پدر او رحمان نبیف سال 1981-1985 کاتب یکم حزب کمونیستی تاجیکستان و عملا رهبر یکم این جمهوری بود. سال 1985 او را مقامات مسکو از وظیفه گرفتند. اما نبیف سال 1991 در نخستین انتخابات مستقیم پریزیدنت تاجیکستان غلبه کرده سالهای 1991-1992 رهبری کشور را از نو به دست گرفت. ماه سپتامبر سال 1992 یک گروه سلاح به دستان طرفداران مخالفین رحمان نبیف را در فرودگاه دوشنبه گروگان گرفته مجبور کردند که عریضه استعفایش را امضا کند. رحمان نبیف 11 اپریل سال 1993 در یک شرایط مرموز در منزلش در شهر خوجند وفات کرد. منوره نبیوه از ازدواجش با دلیر نظروف دو فرزند دارد. پسری کلونی اونها ابرار نیز کسب پدر رو پیش گرفته آوازخوان شده است.